شبکه جهانی BBC اخیراً گزارشی از وضعیت اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی تهیه کرده. در این گزارش که دو خبرنگار BBC در آلبانی اون رو تهیه کردن، گفته شده که صدها نفر از اعضای مجاهدین این گروه رو ترک کردن. بعضی از کسانی که سازمان مجاهدین رو ترک کردن میگن قوانین سخت اون درباره تجرد و کنترل روابط اعضای خانواده باعث بریدن اونها از این سازمان شده. فرین آسمی گزارش میده. اردوگاه مجاهدین خلق در تیرانا، پایتخت آلبانی. 6 سال است اعضای مجاهدین خلق در اردوگاهی روی تپه‌ای در 30 کیلومتری تیرانا زندگی می‌کنند. در گزارشی که دو خبرنگار BBC در آلبانی تهیه کردند، آمده سازمان مجاهدین خلق قوانین بسیار سختگیرانه‌ای برای اعضایش دارد. این افراد اعضای سازمان مجاهدین هستند که غالبا لباسهای یکسان به تن دارند و به شدت تحت نظر هستند، تا جایی که حتی فکر کردن به روابط جنسی هم ممنوع است. آنها حتی برای سالها از ارتباط با بیرون، دسترسی به موبایل و استفاده از اینترنت هم محروم بودند. تعدادی از خانواده‌های ایرانی که در سال‌های گذشته موفق به ملاقات با فرزندانشان در اردوگاه‌های مجاهدین شدند، در بازگشت به ایران با حبس‌های سنگین روبرو شدند. بسیاری از تحلیلگران سازمان مجاهدین خلق را یک فرقه می‌شناسند، فرقه‌ای که پول زیادی دارد، سالانه نشست‌های بزرگ برپا می‌کند و در سال‌های گذشته در شبکه‌های اجتماعی هم مبارزه با جمهوری اسلامی را پی گرفته است. سازمان مجاهدین با خبرنگاران میانه خوبی ندارد، اما سیاستمداران کشورهای مختلف را به نشستهایش دعوت می‌کند. از آن جمله مقام‌های آمریکایی هستند که بعضی از آنها رابطه نزدیکی با مجاهدین دارند. از جمله این شخصیت، رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ. آقای جولیانی بارها سازمان مجاهدین را جایگزینی قوی برای جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده که میتواند دموکراسی را در ایران برآورده کند. ما باید روی ایران تمرکز کنیم. تغییر سیاست در ایران که هدف دولت ماست، یا تغییر رژیم که گروه مجاهدین مدتی است برای آن تلاش میکند. اگر تغییرات گسترده در ایران نشود، هیچ چیز دیگر در خاورمیانه درست نخواهد شد. جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ، هم از حامیان بزرگ سازمان مجاهدین است. انقلاب آیت الله خمینی تا 40مین سالگردش باقی نخواهد ماند. به گفته رسانه‌های آمریکا، این افراد برای سخنرانی در مراسم مجاهدین از آنها پول گرفتند. ترکی فیصل، شاهزاده سعودی و رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی عربستان، در سال 2016 در کنفرانس مجاهدین در پاریس از مسعود رجوی، بنیانگذار مجاهدین، به عنوان مرحوم یاد کرد. مسعود رجوی آخرین بار 16 سال پیش در انظار عمومی دیده شد. از آن زمان فقط پیام‌های صوتی از او برای مجاهدین پخش می‌شود. شایعاتی از کشته شدن او در حملات نیروهای ائتلاف رهبری آمریکا به حکومت صدام حسین در عراق در همان سال منتشر شده، اما هیچ سندی در این باره وجود ندارد. از آن زمان تا کنون مریم رجوی، رئیس شورای ملی مقاومت که اعضای سازمان او را رئیس جمهور برگزیده خود می‌دانند، ریاست این تشکیلات را بر عهده دارد. سازمان مجاهدین خلق پیشتر در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا قرار داشت. شورای اروپا در سال 2009 و آمریکا در سال 2012 مجاهدین را از این فهرست بیرون آوردند. در وبسایت سازمان مجاهدین خلق ایران در توضیح این سازمان آمده: مجاهدین در پی جایگزین کردن دیکتاتوری دینی ایران با یک دولت دموکراتیک و کثرت‌گرا مبتنی بر جدایی دین از دولت است که به آزادی‌های فردی و تساوی زن و مرد احترام می‌گذارد. بسیاری در ایران معتقدند که این گروه مخالف جمهوری اسلامی گروهی منزوی و به حاشیه رانده شدند و اقبالی در میان اکثریت مردم ایران ندارند. فرین آسمی، BBC. حسن حیرانی، عضو جدا شده سازمان مجاهدین خلق از تیرانا، پایتخت آلبانی، با ما. آقای حیرانی در زمان حضورش در کمپ مجاهدین با اسم مستعار آزاد شناخته می شده و همینطور مجید رفیزاده، رئیس شورای بین‌المللی آمریکا در خاورمیانه، از بوستون به ما پیوسته. آقای رفیزاده از نزدیکان به سازمان مجاهدین خلق هستند و در نشست سالانه این سازمان در پاریس هم شرکت می کنند. آقای حیرانی، اجازه بدید با شما شروع بکنیم. در این گزارش با شما مصاحبه شده و شما به عنوان یکی از کسانی که در واقع تجربه خودش رو گفته اومده اسمش، یه مقداری از تجربتون به ما بگید. موضوع در واقع تایتل اون گزارشی که از شما منتشر شده این هست که سازمان مجاهدین خلق گروهی که اعضایش حتی نباید به سکس فکر بکنن. خیلی کم میدونیم اطلاعات راجع به افرادی که اونجا در اون کمپ هستن. کمی از اون، از وضعیت افراد بگین. عرضم به حضورتون که من خودم اینو تجربه کردم به عنوان کسی که 13 سال 14 سال توی اون فرقه بودم.
ما همه یک دفترچه کوچیک داشتیم که تمام لحظات جنسی، لحظات عاشقانه، لحظات زندگی طلبی که اصلا همین کلمات به کار برده میشد رو باید تون یادداشت میکردیم. هر شب جلوی فرمانده در حالی که بقیه نشستن اش گفته میشد نشست قسل، که ما باید اونها رو جلوی بقیه میگفتیم که مثلا حالا خیلی هم شرم‌آور و واقعا خجالت آور بود. خودشون هم میگفتن حسنات الابرار سیئات المقربین، اینم توجیهشون بود که برای ما باید این کارو بکنیم برای اینکه مجاهد بمونیم و مجاهد بمیریم. و غیر از اون هم نشستای عملیات جاری بود که نشستای انتقادی که حالا مدل‌های مختلف بود با تعداد مختلف و لایه‌های مختلف و میزان حالا داغی مختلف. خودشون میگفتن دید که برای چیزی نبود جز تحقیر افراد که هرچی بیشتر کرنش کنن در مقابل تشکیلات سلسله مراتب و خلاصه. شما چطور تونستید از کمپ فرار کنید؟ حقیقتشو بخواهیم من در موقعی که ما اومدیم از عراق به اینجا، در ابتدا خب یه قولایی داده بودن به همه نفرات، گفته بودن خب ما میریم شرایط عوض میشه، برحال وضعیت محدودیت هایی که ما در عراق داشتیم خب برحال ظرفمون شرایط مکانی و زمانی به ما تحمیل کرده. اصلا خود برادر خود خواهر مریم اعتقادی به این بگیر و به بندهای تشکیلاتی ندارن، این خاص عراق ما بریم اینجا بریم از عراق بیرون که نیازی به این وضعیت نیستش، چون که رژیم ایران کل عراق رو گرفته. ما خب ما هم صادقانه خب پذیرفته بودیم اینو، تا اینکه ما اومدیم آلبانی در خیلی مدت کوتاهی یک دفعه شروع کردن یه تیکه زمین خریدن در یک روستای درافتاده حالا نزدیک شهر دورس و شروع کردن واقعا یک انیمالز فارمی رو ساختن با پولایی که از سعودی اومد. رفتن نیروهای سیکوریتی با درجه امنیتی بالا هم استخدام کردن، مسلح دور این کمپ رو هم دقیقا این اون تصاویری که از فلسطینی ها کمپ فلسطینی ها نشون میده مثلا اسرائیلی ها دورش دارن، دقیقا به همون حالت همه آدم ها رو بردن اونجا. خیلی وضعیت تحقیرآمیزی، خب بعضی ها خب دیگه بر نتابیدن شرایط رو جدا شدن، بعضی ها فرار کردن که یکی از نزدیکان منم فرار کرد. بعد به من گفتم بیا اینو محکوم کن، که من نپذیرفتم، تهدید به اخراج کردن، گفتم خب باشه من میرم بیرون از سازمان. یعنی حالا اون موقع شما رو اخراج کردن، شما فرار نکردین؟ نه متوجه شدم. آقای رفیع‌زاده، آقای حیرانی عملا میگن که مزرعه حیوانات اونجا و عملا این چیزی که ترسیم میکنن در این گزارش اینه که یک شبیه یک فرقه داره اونجا عمل میشه. آیا شما هم چنین تجربه‌ای داشتید از اونچه که اونجا دیدید؟ خدمتتون عرض کنم در ابتدا متشکرم. البته خدمتتون عرض کنم که معرفی شما اشتباه بود، در ابتدا من نزدیکان این گروه نیستم. من دکترای روابط بین‌الملل تحصیل کرده دانشگاه هاروارد هستم و محلل سیاسی هستم. دانش لطفاً معرفی که انجام دادید رو تصحیح کنید. ثانیاً من ببینید گروه های اپوزیسیون رو تجزیه تحلیل کردم در دانشگاه های مختلف آمریکا و یکی از گروه ها گروه های مجاهدین خلق هستن و من بیشتر در مورد نفوذ سیاسی و نفوذ اقتصادی این گروه صحبت می کنم و تحقیقاتی که در مورد این گروه کردم یا مصاحبه هایی که با افراد این گروه بیشتر افرادی که در آمریکا هستن. پس بذارید سوالم رو اصلاح بکنم. چقدر فکر میکنید نفوذ سیاسی داره این گروه با توجه به آن چیزهایی که آقای حیرانی گفتن الان؟ ببینید نفوذ سیاسی داره، چه ببینید نمیشه انکار کرد نفوذ سیاسیشون. حالا شاید ببینید ما بگیم که آقا ما مجاهدین خلق رو دوست نداریم، مجاهدین خلق گروه بدی هستن، مجاهدین خلق منافقین هستن. ببینید اینا تو تحقیقات من اومد، درسته که حالا بعضی این حرفا رو میزنن، بعضی هم هستن یه تبلیغات ماشینی دارن ضد گروه، ولی نفوذ سیاسی دارن. حالا چه بخوایم قبول کنیم چه نکنیم، یعنی صدها دموکرات و جمهوری خواه در آمریکا هستن، با اینا رابطه نزدیک دارن. تو همون انگلیس شما لیبرال ها غیر لیبرال ها هستن که با این گروه رابطه نزدیک دارن. حتی تا چند وقت پیش در داخل کاخ سفید
نزدیکانی داشتن که با طرفدار گروه بودن. ببینید از نظر من سیاسی من این رو میفهمم، بسیاری هستند که عملا میبینند، خب بالاخره رودی جولیانی، جان بولتون، اینها کسایی هستند که در نشست‌های مجاهدین صحبت میکنن و این نشان نفوذ اونها به خصوص در آمریکاست، ولی آیا اونها پایگاه اجتماعی رو که شاید پیشتر در ایران داشتند امروز هم دارند؟ و این سوال خوبیه. مثلا من ببینید وقتی که این تحقیق میکردم نتونستم راستش رو بخوام که یک نظرسنجی کامل در ایران به وجود بیارم، چون خودتون میدونید در یک کشوری که اتوریتریان یا دیکتاتوری هست سخت میشه یک نظرسنجی انجام داد، نظر مردم رو پرسید، به خصوص کشوری که اگه زنگ بزنه بگه آقا شما موافق هستی با مجاهدین خلق، طرف میترسه که بخواد فردا اعدام بشه، نظرسنجی کاملی نداره. و اون ایده هایی که در دهه 60 وجود داشت، ببینید در دهه 60 شاید اختلافات وجود داشت، یک افکاری در مورد مجاهدین خلق بود، اون دهه 60 الان ما 40 سال بعد از اونیم. این نسل جدید ایرانی ها، من نمیدونم این نسل جدید اصلا اون افکاری که دهه 60 یا افرادی که الان 50 60 سالشونه با اون افرادی که تو ایران 20 سالشون هست، آیا اینها واقعا اصلا یک دیدگاه از مجاهدین خلق دارن؟ آیا افرادی که 20 ساله هستن دیگه اصلا میدونن مجاهدین خلق چی بوده، چه کار کرده؟ ببینید اینا سوالاتیه که من باید دقیقاً تحقیقات انجام بدم، اینا رو من نتونستم در داخل ایران به وجود بیارم. درست. در داخل ایران آقای هیرانی شاید بهترین کسی که بتونه به ما پاسخ بده در این مورد خود شما باشید. عکسی از در واقع گفته شد، عکسی هست از داخل تیرانا که تعداد زیادی از افراد بیشتر میانسال رو نشون میداد که پشت کامپیوترها نشستند و داشتن شبکه‌های مجازی رو رصد می‌کردند به نوعی. اولا به ما بگید صحت داره اون عکس یا نه و اون افراد چه کسانی هستند؟ اون ارتش سایبری خواهر مریمه. من خودم هم اصلا کارم همون بوده زمانی که در فرقه بودم. ما هر نفر بسته به سطح سوادش یا تعداد زبانهایی که بلد بود یا میزان تسلطی که به علوم انفورماتیک یا کامپیوتر داشت، خب حسابهای زیادی ما باز میکردیم. مثلا من خودم چند تا حساب عربی، انگلیسی، فارسی و همچنین حسابهای جیمیل داشتیم که هر روز صبح یک دستور روزانه از قسمت سیاسی فرقه می اومد که من خودم هم 3 سال تو قسمت سیاسی فرقه بودم. تو اون دستور نوشته بود مثلا ما با حساب‌های توییتری که داشتیم هر روز صبح مثلا بود اولین کاری که باید می‌کردیم توییت‌های خواهر مریم رو باید می‌رفتیم لایک می‌کردیم، ری توییت می‌کردیم و کامنت مثبت می‌ذاشتیم. اونایی که انگلیسی بلد بودن تو حساب انگلیسی، عربی حتی فرانسه هم بود و همچنین حساب فارسی. یه لیستی وجود داشت هر روز صبح که داده می‌شد کنگرسمن ها یا مثلا همین لابی آیپک اون نفراتشون، اگر مقاله علیه ایران داشتن، علیه حکومت یا هر چی که بود، ما باید همگی میرفتیم و با اون جیمیل هایی که درست کرده بودیم، با اون تلفنی که بهمون داده شده بود، میرفتیم کامنت های مثبت میذاشیم. اگر که نه کسی مثلا از اصلاحات در ایران دفاع کرده بود، مثلا تریتا پارسی یا امسالون، ما دیگه باید میرفتیم اونجا بود به جد تا آباد این نفر فوش میدادیم و کامنت منفی میذاشیم. آقای ایرانی یه لحظه، آیا بذارین وقتمون خیلی کمه، اجازه بدید جواب اون سوال رو هم بگیریم، آیا بین قشر جوان هم طرفداری داره یا اون چه که میبینیم بیشتر همون کسانی هستن که در طول مثلا در دهه 60 پیوستن به گروه؟ در داخل ایران؟ نه در کمپ تیرانا. در کمپ که دیگه جوانی نمون دیگه، جواناش ما بودیم که 40 سال که اکثرا از اون کمپ رو ترک کردن دیگه. یعنی شما اگر نگاه بکنید کس جدیدی هم نمیپیونده. نه از موقعی که من رفتم به بعد از سرنگونی صدام حسین در سال 82-2003 دیگه کسی نیومد به اون صورت. همونایی هم که اومده بودن همه جدا شدن، حتی بچه های خود اینا بچه های خودشون رو نتونستن نگه دارن. خود محمد رجبی الان کجاست؟ پسر عباس داوری کجاست؟ پسر احمد واقف کجاست؟ همه شو خودمی که تونستن بچه هایشون رو نتونستن نگه دارن، اینا بچه هاشون اینا رو قبول نداشتن. آقای رفیع‌زاده، شما در نشست‌های مجاهدین در پاریس که خب شرکت می‌کنید، اون چه که در این گزارش عملاً بهمون نشون میده و توصیفی که میشه، توصیف یه فرقه است، گروهی که اجازه نمیده افرادش ازدواج بکنن، اجازه نمیده به سکس فکر بکنن، اجازه نمیده، یعنی روی کوچکترین چیز ظرافت زندگی اونا در همه چیز دخالت میکنه. تحقیقات شما به این نتیجه شما رو رسوند یا نه؟
ببینید من یه بار تو همگراییشون شرکت کردم، در اونم در مورد تحقیقاتی بود که داشتم انجام میدادم در مورد گروه. ببینید دو صورت میشه به ببینید دو دیدگاه وجود داره. یکی این که ما اصلا این گروه رو دوست نداریم و بگیم که آقا این گروه بده، همه چیزش بده. یک دیدگاه دیگه وجود داره که ببینید اگه این گروه رو به شما به عنوان حالا دشمنم حتی نگاه میکنید، طبق دیدگاه اول شما اینا دشمن نگاه میکنید، دوست ندارید. اما دیدگاه دوم اینه که حتی اگه این گروه به عنوان دشمن نگاه میکنید، باید دشمن، باید واقعا تاکتیکای دشمن رو ببینید، باید ببینید واقعا قدرت دشمن چیه، به جای اینکه بگید ما آقا اصلا این گروه وجود نداره، اصلا این گروه هیچ قدرتی نداره. ببینید این گروه طرفدار، ببینید من هم اون طرفداراشون که من دیدم تو آمریکایی ها بیشتر، ببینید تو کنفرانس ها مثلا بعضی هاشون میان، بعضی هاشون اینا استادای دانشگاه بودن. من خودم تعجب کردم، چون من خودم ببینید از من قبل از اینکه تحقیقات انجام بدم دقیقاً من تو ایران بزرگ شدم، یعنی قسمت از زندگیم جوانی ما تو ایران بودم. همینطور منافقین، ما میگفتیم منافقین. بعد اینجا تعجب کردم، مثلا یه اشخاصی دیدم مثلا استاد دانشگاه میگفت که من طرفدار گروه هستم، یکی شخص دیگه شخصایی مثل دکترای متخصص هستم میگفت من طرفدار. من تعجب کردم، اصلا از ابتدا من میترسیدم از این گروه، اسمش که میمد میترسیدم، یعنی طوری بزرگ شده، طوری مثلا تحصیلات تحصیل گذاشته بالا بچگیمون که از این گروه میترسیم. بعد دیدیم اشخاصی هستن خانواده مثلا سر میز نهار شام میشینن، حتی شراب میخورن، حتی زن بچه دارن، خانواده دارن، اینا طرفدارا هستن. یا اون شخصی که مثلا چک $200,000 برای این گروه جلوی من نوشت، براشون بهشون داد. ببینید اینا من خودم تعجب کردم، اینا طرفدارای گروه هستن که زندگی کاملا به نظر آزاد دارن، یعنی کلینیک خودشونو دارن، یا رئیس دانشگاه تو آمریکاست، یا کارهای زندگی عادی داره. به نظر من نیومد که اینا فشار روشون وجود اومده بهشون بگه که این کارو بکنی این کار نکنی، خصوصا تو آمریکا و تو اروپا. ممنونم، ببخشید وقت بیشتری نداریم. حسن ایرانی عضو جدا شده سازمان مجاهدین خلق و مجید رفیع‌زاده رئیس شورای بین‌المللی آمریکا در خاورمیانه، ممنون از هر دوی شما.